آقا حمید شیخزاده که افتخار داریم امشب زیر سقف آلاچیق برنامه راهنشان باهاشون حرف خواهیم زد. خیلی خوش اومدین. صفا آوردین. بزرگوارین. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت شما همه عزیزانی که طبیعتاً امسال منی که اینجا مهمان میان می‌بینن که خیلی دارن تلاش می‌کنن پشت صحنه. واقعاً این ساعت شب و حتی کسایی که با تلفن هماهنگی می‌کردن اصلا کسی شاید نبینه اینها رو. البته سلام گرم خدمت همه کسانی که بنده خدمتشون ارادت دارم و میدونم که الان بنده رو دارن میبینن و امیدوارم که همشون انشالله موفق و پیروز باشن. عدل رو چقدر دوست داری حمید آقا؟ چی رو؟ عدل، عدالت. سوال من خیلی بدیهیه، این جزء بدیهیات رو من سوال کردم ها، ولی اینکه میزانش چقدره؟ ولی بعضی موقع میگیم ولا تعامل لا به عدلک، خلاصه نمیدونم کدوم بشه جواب بدم. اما اگر جامعه واقعا جامعه عادلی باشه که خب الحمدلله خیلی خوبه. امیدواریم که انشالله اتفاق واقعا بیفته که خب جامعه اسلامی واقعا همینه که عدل توش یکی از اساسی ترین قانونهای پیش بینی شده است. حالا انشالله که باشیم ظهور اون زمان رو ببینیم و این عدل واقعی رو ملموس باشه واسه ما لمس کنیم. در مورد عدل خیلی میشه حرف زد و حتی میشه درد دل کرد. از موضوعات خانواده میشه حرف زد، بچه ها رو میشه گفت، انتظارات فرزندان رو میشه در موردش کلی بیان کرد تا محیط کار، جامعه و هر کدوم از ماها که باید نقش خودمون رو در ارتباط با پیاده شدن این مهم، یعنی پیاده شدن عدل در جامعه. حتی قرآنی ها با این مسئله در یک موضوعی به شدت درگیرن، هم مسابقات هست که معمولا سر این داستان حرف و حدیث زیاده که آقا در داور خیلی عدل رعایت میکنن دیگه. واقعا اینطوری هست، ولی خب انسانه دیگه، ممکنه جایی اشتباهی پیش بدین ها دوستان. یعنی شما رفتیم جایی... توی مثال من رفتم همین دقا شده جایی که مثلا مسابقه ای باشه، اون هم مسابقه قرآن، خودتون حس کنید که اون عدالتی که باید در نمره آوردن. بله زیاد پیش میاد، زیاد. اما اینها قصدی نیست خدا، یا قرضی پشت این داستان نیست، واقعا اینطوری نیست، ولی خب دیگه هست، طبیعیه، ما انسانیم و ممکن الخطاییم. اینا رو میگیم تا ببینیم که در حقیقت خود من اینا رو شاید دوستان بعضی الان دارن میبینن فردا بالاخره پیام میاد، ولی خوبه که ما واقعیه شفاف و زلال حرف دلمون رو بگیم، چون چیزایی هست که بالاخره ما باهاش دست و پنجه نرم می‌کنیم یا بالاخره باهاش روبرو میشیم در جامعه، ولی گفتنش خالی از لطف نیست. تلنگری میزنه به همه ما که کجاییم در ارتباط با عدل، وظیفه‌مون رو آیا انجام دادیم یا انجام ندادیم. خب حمید آقا، آقای شیخ زاده از جوانهای قاری هستند که کارشناسی زبان و ادبیات فارسی دارند و در مورد این گنج زیبای ادب فارسی ما خیلی زحمت کشیدن. سلامت باشید. قابل تحسین هست تلاش‌های شما. در کنارش در ارتباط با آموزش قرآن کریم و معلمی و استادی این رشته خیلی زحمت کشیدند. نویسنده چند تا کتاب هستند. حالا اینا رو من مختصر گفتم تا خودتون بگید از کجا شروع کردید. عرضم حضورتون که طبیعت زندگی من کلن یک طبیعت ریسک پذیره، یعنی خیلی زندگی ریسکی دارم کلن، از اول همینطوری بودم. تو کودکیم یادم میاد که مثلا اهل ریسکی، آره آره، مثلا یه دستگاهایی بود تو خونه خراب میشد، اینا مثلا حالا برقی هم بود، یه چیزی علکی سر هم می‌کردم، گفتم حالا یه چیزی حتما درست میشه. تو ذهنم همیشه اینطوری بوده، جوال بود. نمی‌ترسیدین حالا اینا سر هم می‌کنید چه اتفاقی میفته؟ منفجر میشه، نمیشه، خرابکاری میشه. همه ما یه جوری این خرابکاری های اولیه رو شاید داشتیم ها، ولی این ریسک خیلی مهمه. روزی که من رشته ادبیات فارسی رو انتخاب کردم برخلاف نظر همه بود، اما از اونجایی که از تقریبا دبستان کلاس پنجم من شعر میگفتم و شعرهای بدی هم نبود انصافا، یعنی یادمه که یه روز روزنامه اون زمان نمیدونم اسمش چی بود، یه قسمتی برای نوجوانان داشت، شاعر نوجوان چاپ کرد حتی این شعر، شعر خوبی شد و همینطوری اومدم جلو. خیلی به بازیگری و تئاتر علاقه داشتم و هنوزم این علاقه هست و این کارم میکردم تو دوران دبیرستان مثل همه. اما آینده که اومدم
یکی از معلم‌های دوران دبیرستان من گفت که شما تو ادبیات فارسی خیلی خوب می‌تونی پیشرفت بکنی. واقعاً هم همین شد. الان راضیم. روزی که وارد این رشته شدم همه گفتن شغل نیست توش، فلان نیست، از این حرفایی که بالاخره هست. و من از روزی که وارد این رشته شدم تقریبا ارتضاء کردم الحمدلله. چه تو دانشگاهش که نشریه‌ای زدیم ما که اون اعضای نشریه الان از خبرنگاران جوان هستن، یکیشون شبکه خبر الان همین الان داره اخبار میگه، آقای احمدی. یه تیمی شدیم که اون تیم الان همشون سلابت دارن، هر کدوم یه کاری شدن. نشریه‌مون اون سال اول شد تو نمایشگاه قرآن و همینجا دیگه فهمیدم که میشه این کارو ادامه داد. رفتم تو کار نشریه، اون دو سه تا نشریه از خودم به قول معروف میگن که تأسیس کردم تو همون شهری که بودیم، شهریار، به نام المؤمنون. یک نشریه اولی که زدیم نشریه قرآنی بود، خیلی خوب صدا کرد. سنم هم کم بود، 19 20 اینا بود دیگه. دیگه همینجوری ادامه دادم. سنتون بالاست خیلی. الان 32 سالم آقا. دیگه پیر شدیم. ماشاءالله خوب مونیم. سلامت باشی ان شاء الله. این بعد بذاری کنارش که من دو تا دخترم دارم الان. بسیار عالی. بسیار. اسمشون چیه؟ یکی ریحانه است که بزرگ است، یکی حنان است. جفتشون هم اهل شعرن، جالبه. ریحانه خانم، حنان خانم، اسمایی خیلی قشنگ. از همینجا بهشون از برنامه راهنشان بهترین سلام ها رو تقدیم به من میگفت بابا میگن من رو میتونم تو تلویزیون ببری؟ گفتم که نه. کاش که آورده بودین بچه‌ها. سلام گفتیم شاید بس این نه، چون فرمودید اهل شعر هستن. بله بله بله. حضورتون عرض کنم که میخوام خیلی خلاصه تر بشه که این زمان برنامه از دست نره. بنابراین فهمیدم که تو حیطه نویسندگی میتونم پیشرفت کنم، اما به اصطلاح امروز چپ هم خالیه، باید این پر بشه. بله. یادمه که فرهنگ لغت معین رو برداشتم همینجوری خوندن، یه متنی میذاشتم جلوم، معانی رو که نمیفهمیدم میرفتم به فرهنگ لغت معین ارزمتون رجوع میکردم. خیلی تو دایره لغات من کمک کرد. زمانی که اولین بار پیشنهاد شد که ارزم حضورتون که کتابی رو بنویسم، به این نحو شد که یکی از دوستانم زنگ زد گفتش که ستاد کل نیروی مسلح یه قسمتی داره به نام اداره حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس که اون زمان سردار باقرزاده مسئول این اداره بود و این سازمان بود. بله واقعا خدا حفظشون کنه. مسئول مستقیم من جناب سرهنگ صدری بودن که الان هستن و سرهنگ رسولی حالا به یه نحوی. بنده شروع به کار کردم، پیشنهاد دادن که شما میتونی فلان کتاب بنویسی، فلان شهیده، هیچی هم ازش نیست. دوستاش اکثرا شهید شدن یا از دنیا رفتن یا ایران نیستن و یه خورده مختوش این داستان. اگه میتونی، گفتم من این کارو میکنم. یادمه که نزدیک به 7 ماه هم طول کشید که این اتفاق بیفته تا آمریکا تماس گرفتیم ما. یعنی اینجوری شد و این کتاب جمع‌آوری شد الحمدلله. برای اولین بار بعد از 35 سال 36 سال در شهر در شهرستان شهریار اولین کتاب شهید، شهید خلبان، شهید خلبان سبزآبادی، محمد سبزآبادی، ایشون نفر اول پروازی در آمریکا بودن با نمره 20 و به شدت هم در بحث خلبانی استاد بودن. یادمه که یکی از دوستانشون میگفتن که درجه شهید بابایی رو ایشون داد، یعنی پست خیلی خوبی هم داشت اون زمان. و قسمت شد کتاب ایشون رو برای اولین بار بنده نوشتم و الان هم بلوار به اسمشه، یه شهری به اسمش شد، اصلا بولد شد داستان الحمدلله. اسمی از شهدا آمد، یاد میکنیم و نهایت احترام و ادب رو به ساحت مقدس همه شهدای عزیز کشورمون، این شهید عزیز خلبان، سبزآبادی، محمد سبزآبادی و شهید عزیز دوست داشتنی امروز که خیلی در موردش این لحظه ها حرف میزنیم، شهید مدافع حرم محسن حججی، بهترین سلام و درود ها رو به روان پاک این شهید و همه شهدای مدافع حرم تقدیم میکنیم. همچنان برنامه راهنشان رو با شما و حمید شیخزاده ادامه. خیلی آسان برای برنامه انتخاب کردیم، از امشب مسابقه هم داریم. حالا شما هم دیگه در شهریار، در ملارد، هر جا که خلاصه حیطه کار و فعالیتتون هست تبلیغ بکنید که انشالله حضور داشته باشن. پرشور. یک کتابی رو شما نوشتین که در ارتباط با روحانی و روانخوانی قرآن کریم هست با یه روش خاصی. حالا قطعاً و به یقین اون زمینه های فارسی و زبان فارسی خیلی کمک کرده به این نوع نگاه در آموزش روحانی و روانخوانی قرآن کریم. کتاب رو من میبینم که همراهتون آوردین، اول ببینن بیننده هامون. محبت بفرمایید. متشکرم.
بعد راجع به این کتاب خودتون محبت بفرمایید توضیح بدید. خب از دوستان تاثیربردارمون لطف کنن این کتاب رو یه مقدار ویژه‌تر بفرمایید. حمید آقا، بعد 15 سال هست که به صورت رسمی دارم تدریس میکنم، تقریبا از سن 16-17 سالگی بله. و این رزومش هست در کارنامه بنده به حمدالله، با تجربه که خانواده قرآنی هم داریم، هم همشیره هم قاری هستن، هم پدرم، پدر بزرگم، برادرام. حضورتون عرض کنم که بعد از گذشت این چند سال، طبعا 2-3 سال پیش بود که احساس کردم که یه خلایی در بحث آموزش قرآن هست در کشور. حداقل در سن 8 تا 14 تا 15 سال که رشد بچه است و آموزش به صورت یادگیری دیگه از حفظیات جدا میشن، به یادگیری میرن طبق روانشناسی رشد، دیدم که این فضا خالیه بله. و تصمیم گرفتم کتابی رو مختص این سن بنویسم، گرچه این کتاب طوری نوشته شده که اگه بزرگتری هم برای اولین بار سمت قرآن میاد متوجه میشه و به راحتی میتونه بخونه. کتاب رو با روش استقرایی اصطلاحاً نوشتیم. روش استقرایی همون روشی هست که از مثال میرسیم به معنا و مفهوم، و این خودش باعث میشه که در ذهن بچه خیلی خوب جا بگیره. همونطور که تو کتاب میبینید، این کتاب با تصویر و اون هم رنگی و چهار رنگ چاپ شده با چاپ افست، برای اولین بار با این کیفیت و با این تصاویر و این مثال ها رو فرمودید که اول آوردین، درسته؟ شما اگر کتاب رو بخونید با یک داستانی شروع میشه، از یک ماشینی شروع میشه با داستان و مثال. آره، مثلا اینجا فوتباله. آره اونجا فوتباله. آره اینجا فوتباله. میرید جلوتر شما موج دریا هست، میرید جلو راهنمای رانندگی هست، یعنی شما با یه تیر چند نشون میتونی بزنی. خلاصه دریا هست، خورشید هست. همونطور که عزیزان میدونن روخانی و روانخونی قرآن بین 19 تا 23 درس ما اینو کردیم 6 درس. دروس رو تو هم ادغام کردیم بتونه که بچه متوجه بشه. مثل این من همیشه تو کلاسام برای اساتیدی که میان یا معلمایی که میان برای روش میگم که شما وقتی یک آب هویج بستنی میگیری، این بستنی رو اگه هم بزنی بستنی از بین نرفته، هم زده شده، فقط دیده نمیشه اما مزه‌اش هست، بو عطرش هست. اینم همینطور شده. من پیشنهاد میکنم اول بستنی رو بخورین بعد آب. خیلی خوب آقا. خیلی کتاب شبیه بستنیه واقعا. من هر وقت روی هر کودکی گذاشتم آماده است دیگه. آره 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 واقعا همینطوره. حالا ان شاءالله که بچهای عزیز از این کتاب حتما استفاده کنن. یه نکته ای باید حتما بگم. بله. جناب دکتر قربانی مسئول دارالقرآن بسیج کشور یک نظر لطفی داشتن به این کتاب و این کتاب رو پایلوت دروس قرآنی دارالقرآن کشور کردن. ما دوشنبه صبح انشاءالله بحث تصویربرداری این کتاب رو به صورت تصویری داریم و من توضیح میدم، کلن کتاب رو درس میدم دیگه. هر کسی که این کتاب رو تهیه میکنه میتونه اصلا انگار من معلم در منزل بسیار. و انشالله در نسخه های بسیار بالایی قرار انشالله چاپ بشه. همین آقا ما آرزوی موفقیت بیشتر داریم براتون. این موفقیت ها رو ما اصلا نیاز داریم در کشورمون، یعنی واقعا این فعالیت ها رو بزرگوار. نه تنها شما به عنوان یک جوان قاری قرآن و معلم و استاد قرآن، که همه عزیزان قرآنی کشورمون باید همه همت کنیم که در جهت ترویج فرهنگ قرآنی کارو به هر حال وظیفه‌ای که داریم بیشتر از گذشته انجام بدیم. من قرآن رو برداشتم چون حیفم میاد که از تلاوت شما و از چشما. صدای دلنشین شما هم استفاده نکنیم. هرچند که میدونم حفظی چقدر از قرآن رو حفظ هستی؟ دو جز تقریبا. بسیار عالی. حفظ موضوعی بیشتر. دختر خانم ها هم شروع کردن بچه‌ها؟ عقیده ای ندارم در کودکی به حفظ قرآن، بیشتر به یادگیری و حفظ برخی از آیات و روایات و حالا سوره های کوچیک بیشتر اعتقاد دارم تا سن 8 سالگی، چون اعتقاد دارم که بعد این خیلی نرم و لطیف بره جلو. قطعاً همینطوره. اینکه حافظ کل بشه من حقیقت خیلی قطعاً همینطوره که بالاخره باید در یک ولی بله اهلش هست. بحثمون هم بحث عدل دیگه. در یک اعتدالی کار بشه به خصوص برای کودکان. بله همین. خیلی متشکرم. چه آیاتی رو تلاوت می‌فرمایید؟ من تبرکاً سوره تین رو ان شاءالله. سوره مبارکه تین صفحه 597 597 قرآن. بسیار عالی. متشکرم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون والطور سينين
لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العلي صلى على محمد وآل محمد احسن طيب الله انفاسك بسیار بسیار دلنشین خوب سوره مبارکه تین هم انتخاب بسیار به جایی بود ما بالاخره تصمیممون بر این هست که تجلیل هم بکنیم از مهمانانی که در برنامه حاضر هستن منتها این دیگه روش برنامه راهنشان هست که از آثار هنرمندان خوب کشورمون استفاده بکنیم هنرمند جوان و بسیار بسیار خوش ذوق برنامه راهنشان آقا عظیم فلاح بسیار عالی بسیار عالی نمیدونم حالا خوشتون خواهد اومد از این تابلوی زیبای ما چی نمیتونم بگم چون خودمون هنرمندیم نمیدونم قیمت گذاشت نمیشه تفعلی زدیم به دیوان و این حسن مطلعی که آمد چیه من چون زیبایی خیز در کاسه سر خاک طربناک انداز پیشتر زان که شود کاسه سر خاک انداز خدا خیرتون بده یه جایی هم بگذارید که همیشه جلوی چشتون باشه به خاطره و به یاد این شبی که در برنامه یه چیزی میتونم کوتاه بگم خواهش میکنم من فقط یه چیزی رو واقعا درخواست دارم از همه کسایی که منو میبینن یا این برنامه رو میبینن اینو بین و بین الله میگم بدون هیچ اغراقی اصلا فضای صدا سیما رو میذاریم کنار اون چیزی که رهبر عزیزمون میخواد بدون هیچ چهاری ها این که تلاش بکنید کمبود هست باشه تلاش باید بکنید خدا میدونه برای نوشتن این کتاب یا این کارها یقینا مشکلاتی داشتیم یقینا همسر بنده صبر و تحمل شدیدی داشته یقینا یک اتفاقهایی بوده برای اون چیزی که همیشه باعث شده ما این راه رو ادامه بدیم این هست که باید جهادی کار کرد امروز وظیفه ما جهادی کار کردنه بدون هیچ مزدی اگه مزدی اومد برکت است اگر هم نیامد وظیفه‌مون این هست که کار بکنیم حداقل در حیطه قرآن که واقعا نیاز بیشتر از این کار بشه ببخشید تو خدا من حمید آقا عالی گفتین به دلم خیلی نشست به خصوص این چند تا جمله‌ای که پایان حرفمون و گفتگومون مطرح فرمودین هر کدوم از ما هر جا که هستیم نباید کوتاهی کنیم یعنی در نقطه کمال اون وظیفه خودمون رو باید انجام بدیم این کتاب هم حتما برکت‌های فراوانی داره چون با موضوع قرآن کریم به رشته تحریر در آمده و به زیبر طبع آراسته شده و فرزندان عزیز این آب و خاک هم از این کتاب محتوای این کتاب و از روش خیلی خوبی که شما استفاده کردید بهره خواهند بود دعای خیرشون بدرقه راه شما خواهد خیلی خوش باشید خیلی متشکرم سلامت باشید زنده باشید به اتفاق حمید آقای عزیز و آقا عظیم فلاح میریم و برمیگردیم باز هم با ادامه برنامه راهنشان خدمتون خواهیم خدمت شما آقا خیلی دوست